با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم سحر تیام برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. نه تنها فعالین جنبش های اجتماعی، جنبش های سیاسی، مدنی و جنبش کارگری و فعالین جنبش های اعتراضی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی به سر میبرند، بلکه شهروندان دو ملیتی و پناهندگان نیز در زندان‌های رژیم اسلامی هستند. هما هودفر و نازنین زاغری دو تن از شهروندان دو ملیتی هستند که در زندان‌های رژیم اسلامی به سر می‌برند و کمپین‌های مختلفی در دفاع از آنها صورت گرفته است. در برنامه امروز رو در رو ما با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، و شبنم اسداللهی از فعالین حقوق بشر خواهیم بود و در ارتباط با همین مسئله، در ارتباط با شهروندان دو ملیتی، اهداف رژیم اسلامی از دستگیری این شهروندان و اینکه برای دفاع از این شهروندان و برای آزادی آنها چه اقداماتی رو میشه در دستور کار گذاشت، نکاتی است که نظرات مهمانان عزیز برنامه امروز رو جویا خواهیم شد. شیوا محبوبی، با سلام به شما، به برنامه امروز رو در رو خوش اومدین. منم سلام به شما و بینندگانتون و همینطور شبنم اسداللهی. شبنم اسداللهی، با سلام به شما و تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادین. درود بر شما و بر همه بینندگان و همچنین مهمان گرامی خانم شیوا محبوبی. خیلی خوشحال هستم از اینکه در برنامه شما شرکت میکنم. خیلی متشکرم شیوا. من برنامه رو با شما شروع میکنم. هدف رژیم از دستگیری شهروندانی که تابعیت دوگانه داره چیه و چرا این شهروندان امروز در زندانهای رژیم اسلامی به سر میبرن؟ طبعا هدف اعلام نشدهش هدفی هستش که از این زندانیان که شما به دو نفر از اونها اشاره کردین به عنوان گروگان استفاده میکنن، به عنوان کسانی که برای قرارداداشون، برای معاملاتشون، برای توافقاتشون و فشار به اون کشور مربوطه اینها رو حتی دستگیر میکنن. برای نمونه ما شاهد دستگیری کسانی هستیم مثل رویا صابری نژاد که یکی از اون شهروندان هستش، ایرانی بریتانیایی، که حتی میدونستن چه زمانی به ایران میره، حتی کاملا با نقشه ایشون رو دستگیر کردن. و شاید اینها همه یکی بگه شبهه و گمان هستش، ولی اخیرا در تماسی که همسر نازنین زاغری با خانواده نازنین گرفته، بازجوها خیلی علنن، یکی از بازجوهای اصلی نازنین خیلی علنن به خانوادهشون گفتن که به همسرش بگین به دولت بریتانیا فشار بیاره که نکاتی رو که ما میگیم قبول بکنه، توافقات رو قبول بکنه. چه توافقاتی؟ چیزی نگفتن، ولی این رو چند بار تکرار کردن که به اونها بگیم اگر این کار رو بکنین ما پرونده نازنین رو حتی به دادگاه نخواهیم فرستاد و اون رو خواهیم برد. خیلی علنی. اما قبلا هم مشاهده این بودیم، از جمله سه نفر از کوهنوردان آمریکایی که اگه خاطرشون باشه چند سال پیش دستگیر شدن و از اینها به عنوان ابزارهای استفاده میکنن که فشار بیارن به دولت‌های مختلف و معاملات خودشون رو پیش ببرن. شبنم اسداللهی، نظر شما در این ارتباط چیه؟ چرا رژیم دست به در رابطه این مسئله توضیح کامل دادن، ولی من اگه بخوام اضافه کنم این هستش که جمهوری اسلامی یک رژیم بحران طلب هستش و به هر شکلی و هر شمایلی که باشه هر نوع بحرانی رو ازش استفاده میکنه، بحران رو درست میکنه، میتراشه و از اون استفاده میکنه برای منافع خودش. برگردیم به اصلا جنگ ایران و عراق، بعد برگردیم به بحران‌های دیگری که بعد از جنگ ایران و عراق خود رژیم شروع کرد و بعد دستگیری شهروندان دو ملیتی. خب به هر صورتی باید از اینا استفاده کنه برای منافع خودش، ولی قابل توجه هستش که جمهوری اسلامی اصلا چیزی به اسم گزینه به اسم دو ملیتی رو قبول نداره و کسی وجود خارجی نمیتونه از لحاظ قوانین جمهوری اسلامی
در رابطه با مسئله دو ملیتی براشون داشته باشه. من یادم هستش که وقتی که مصاحبه می شدم در سفارت کانادا قبل از که به ایران از ترکیه به کانادا بیایم، سال حدود 89 بود و سن زیادی نداشتم، از طریق خانواده ما هم آمدیم اونجا. در اونجا به ما گفتن که شما هر نوع مسئولیتی رو از لحاظ کانادایی براتون داریم غیر از مملکت و کشوری که درش به دنیا آمدیم، کشور برتتون، چون من پاسپورت کانادایی داشته باشیم همه جا مسئولیت داریم، اما با اون پاسپورت کانادایی در کشوری که تولد یافتیم مسئولیت نداریم. و اگر اتفاقی برای ما بیفته نمیتونه دولت کانادا کاری بکنه. که خب نگاه میکنیم ببینیم آقای سعید ملکپور یکی از زندانیانی بودش که به ایران رفته بودن برای دیدن پدرشون که مریض بودن و بلافاصله دستگیر شدن. اینها و خانم زهرا کاظمی، بله ایشون همین زهرا کاظمی، همین اتفاق برشون افتاد و این موقع بود که روابط بین ایران و کانادا رابطه حسنه بود و حتی ما نتونستیم جسد خانم زهرا کاظمی رو تحویل بگیریم. نمیدونم، به هر حال این به نظر من جمهوری اسلامی برای پایدار شدن خودش، برای به قدرت رسیدن و به رسیدن خواسته های خودش، این نوع گروگانگیری ها رو انجام میدن. مرسی شبرم اسدالله. شیوا محبوبی، جرم اینا چیه؟ به چه جرمی رژیم اسلامی این شهروندان رو دستگیر کرده و در زندان نگه داشته؟ باید بگیم چه جرمی، چه پاپوشی براشون درست کرد. بله. آره، دو تن از کسانی که برای مثال ما مشخصا از طرف کمیته کمپین داریم برای رویا ساول نژاد، کسی که فقط برای گذاشتن کامنت رو فیسبوک و توی گروه فیسبوکی بوده رفته ایران دستگیر شده. من حالا به این مثلا میپردازم که حتی 7 نفر، این یه مثال دیگه که نشون بده اینها گروگان هستن، حتی 7 نفر از کسانی که با رویا ساول نژاد همون موقع اکتبر 2013 دستگیر شدن چند ماه پیش آزاد شدن. رویا تنها کسی هستش که هنوز در زندان به سر میبره. اینکه جرمشون چیه؟ ببینید، نازنین و در واقع هما هوتفر دو چیزی که گفتن اینا انقلاب نرم یا همون انقلاب مخملی به قول خودمون میخوام به وجود بیارن. یکی مثل کمال فروغی که بیزنسمنی بوده که تو ایران چندین سال بیزنس داشته، 76 سالشه در حال حاضر، در واقع از می 2011 در زندان هستش. این رو با توجه به اینکه در ایران زندگی میکرد بعد از یه مدت دستگیر کردن در 2011 و گفتن شما جاسوس هستید. جرمایی که برای اینها درست میکنن معمولا یا جاسوسی هستش یا تماس با دولت‌های مختلف، رسانه‌های مختلف، انقلاب مخملی و اینکه یک چیزی که توی پرونده همه اینها هست که اون موقع هم جعفر عظیم‌زاده در اون اعتصاب قضاش عنوان کرد، اتهام امنیتی، اتهام علیه اقدام علیه امنیت کشور، تمام اینها اینو دارن. در واقع شما وقتی که میگین جرم، اینها با نقشه دستگیرشون میکنن. ببینید، هما هوتفر بارها به ایران مسافرت کرده بود، یک بار دیگه هم قبل از اون دستگیر شده بود. اینها با نقشه کامل اینها رو میگیرن و در این حال با اینا معامله میکنن. در اصل جرم اگه بگیم به این شکله، در رابطه با این مسئله که همونطور که شبنم گفتن جمهوری اسلامی دو شهروندی رو به رسمیت نمیشناسه، خب این یه بهانه است. دو شهروندی رو به رسمیت نمیشناسه و جوابی که به این حالا این دولت ها تا اون حدی که اقدام کردن میگه ما شهروند خودمون رو فقط به رسمیت میشناسیم، یعنی حق شکنجه شهروند خودم و کاری نداریم و اقدامی نخواهیم کرد. برحال منظورم اینها جرم ها، یعنی تعریفش این هستش و هیچ چیز واقعی نیست. هیچ کدوم از اینها نه عضو حزب سیاسی بودن نه حتی فعالیت آنچنانی داشتن. مثلا هما هوتفر در زمینه زنان کار میکرد، یا فرض کنید رویا ساول نژاد رو فیسبوک شخصی خودش، و جالب این بود توی انگلیس این کارو کرده بود و زمانی که رفت ایران دستگیر شد. شبنم اسداللهی، برخی این رو مطرح میکنن رژیم اسلامی رژیمیه که داره سرکوب میکنه، کشتار میکنه، میکشه، دستگیر میکنه و اون کسایی که به ایران رفتن خودشون مقصرن که فریب دولت روحانی رو خوردن، رفتن به ایران و دستگیر شدن. شما پاسختون به این منتقدین چیه؟ منظور شما رو از این پاسخ اگه چی مقدار توضیح بدید، آیا یعنی شما منظورم اینه که برخی هستم. بله بله، من نظر من این نیست،
گفتم برخی این رو مطرح میکنن. سوال من اینه که برخی این رو مطرح میکنن کسایی که در خارج از کشور زندگی میکنند نباید گول رژیم اسلامی رو بخورن و زمانی که ظریف اعلام کرده که ایران امن، بیاین ایران و اونا برن ایران، و اینایی که رفتن ایران من جمله هما هوتفر که دستگیر شده در واقع مقصر خودشونن و نه رژیم اسلامی. اولا مقصر برای دستگیر شدن به نظر من اون شخص دستگیر شده و قربانی نمیتونه باشه. مقصر اصلی جمهوری اسلامی و دول غربی هستن، به خصوص گروه بعد 5 به علاوه 1 که یک حاکمیت مطلقی رو به جمهوری اسلامی دادن بعد از امضا کردن قرارداد برجام، که این باعث شد که جمهوری اسلامی به حالت پررویی‌تر و به حالت خیلی محکمتر و استوارتر رو پای خودش بیسته و بتونه به این صورت تهاجمی با شهروندان ایرانی برخورد کنه. من هیچ وقت دلیل رو به گردن یک قربانی نمیندازم. اگر بخوایم بگیم که کی مقصر اصلی هستش، باید بگیم کسانی هستن که به جمهوری اسلامی قدرت دادن، چون جمهوری اسلامی اگر که تحریم ها ادامه پیدا میکرد و محکمتر بود این تحریم ها و کشورها حمایتی از جمهوری اسلامی نمی کردن، الان این وضعیت رو دنیا نداشت. البته این رو من اضافه کنم که تعداد خیلی زیادی از شهروندان ایرانی کانادایی که به ایران مسافرت کردن بعد از سال 2009 یا اون شورش 88 تا حالا، اینها پاسپورت هاشون در فرودگاه ازشون گرفته میشه و یه ایجاد رعب و وحشتی در بین این کسانی که به ایران سفر میکنن انجام دادن و اتفاق افتاده که ترس و واهمه خیلی شدید دارن و برای گرفتن پاسپورتشون ازشون درخواست ها و تقاضاهای خیلی زیادی جمهوری اسلامی میکنه. اگر کسی که دانشجو باشه ازشون میخوان که مقداری اطلاعات بدن و جاسوسی کنن در رابطه با کسانی که توی دانشگاه ها درس میخونن و در حال یک جوری باجگیری از اینها میکنه تا بخوان پاسپورتاشون رو بگیرن. مدت خیلی کمی هستش که تعداد زیادی سفر کننده به ایران سنهای خیلی متفاوت داشتن، از 40 ساله گرفته تا 70 ساله پاسپورتاشون درست دمه گیشه‌ای که وارد ایران شدن، وارد فرودگاه شدن، ازشون گرفتن و وقتی که سوال کردن و پرسجو کردن، ما هیچ کاری نکردیم، هیچ نوع فعالیتی نداریم، حتی ما نه فیسبوکی داریم، هیچ برخوردی ما از سیاسی نداشتیم، چرا پاسپورت ما رو گرفتین؟ گفتن که دلیلی نداریم، دلیلش رو بهتون نمیگیم، برین حالا تا بعدم بین. و این افراد ایرانی کانادایی در ایران گیر کردن و گیر افتادن، البته زندانی نشدن اما پاسپورتشون ازشون گرفته شده. اینها هم دلیل‌های دیگه‌ای هستش که جمهوری اسلامی به این شکل داره روی دولت فعلی کانادا که یه دولت بسیار میانه رو هستش و مسیری که آقای اوباما رو پیش میان و پیش دارن میبرن و خواهان برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی هستن و این فشار که هر چه زودتر سفارتشون رو باز کنن و قراردادها با کانادا و ایران از سر بگیره. مرسی شبرم اسدالله. از اتاق فرمان به من میگن بیش از 10 دقیقه به پایان برنامه نمونده. شیوا محبوب، نظر شما راجع به این مسئله چیه که برخی سفر کردن کسایی که به ایران رفتن و دستگیر شدن رو به عنوان یه عامل اصلی تو دستگیری به عنوان نمونه هما هوتفر و یا نازنین زاغری مطرح میکنن؟ بله، خب طبعا ده یه مقدار تمرکز رو گذاشتن رو کسی که دستگیر میشه به جای قول شبنم گفت کسی که دستگیر میکنه، ولی که در این حال ببینین هر کسی حق داره بره ایران و اونجا کار بکنه، درس بخونه، خانواده‌اش رو ببینه و این رو نباید گفت که کسی که میره اونجا ساده‌لوحیه یا گول خورده. به نظر من این رو نباید بکنه. ببین نازنین زاغری با بچه 2 سالش رفته بود ایران که خانواده‌اش رو ببینه، همونجا بچه‌ش رو تو فرودگاه ازش میگیرن میدن به خانواده‌اش. این بچه حق داره خانواده‌اش رو ببینه. یا پارسال بود فکر میکنم قنچه قوامی، یک سیتیزن، دختر جوانی که سیتیزن ایرانی بریتانیایی داشت، رفت ایران بعد از درس خوندن است میخواست بره ایران یه مدت اونجا، حتی فکر میکنم کار میکرد با بچه های خیابان، یه چیز اینجوری بود، یادم نمیاد دقیقا، ولی که این رو دستگیر کردن به خاطر اینکه جلوی، اگه خاطرتون باشه، جلوی سالن ورزشی گفته بود
شرکت کنن. منظورم اینه که ببینید هر کسی، ما باید اینجوری نگاش کنیم قضیه رو، هر کسی حق داره که بره ایران کار بکنه، درس بخونه. یکی مثل کمال فروغی اونجا بیزنس داشت، حق داشت. در نتیجه به نظر من نباید اینجوری بهش نگاه کرد. ما باید به این قضیه اینجوری نگاه کنیم که اگر کسی حق داره بره اونجا، پس اون دولتی که یک جمهوری اسلامی حق نداره دستگیرش کنه، دوما دولتی که این فرد شهروندشه باید با تمام نیرو بیاد از این فرد دفاع کنه و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاره، چون حق شهروندی اون انسان رو زیر پا گذاشته. شبنم اسدالله، برخی مطرح میکنن که اگر سفارت های دو کشور معین به عنوان نمونه سفارت کانادا و یا ایران باز بود، میشد جلوی این دستگیری ها رو گرفت و ما با دستگیری این شهروندان دو ملیتی روبرو نبودیم. شما فکر میکنین این چقدر میتونه واقعی باشه؟ به نظر من مخالفت، من خودم یکی از کسانی بودم برای بسته شدن سفارت فعالیت خیلی زیادی کردم و یکی از مدارکی رو که ترجمه کردم همراه به یکی از دوستان باعث شد که خشم خیلی زیادی رو در دولت کانادا، در دولت سابق کانادا به وجود بیاره، که وقتی که یک مأمور جمهوری اسلامی که در مأمور سیاسی جمهوری اسلامی در سفارت کانادا کار میکنه، به همشهریان و هموندان کانادایی ایرانی بگه که یکی از کارهایی که ایرانیان در کانادا باید بکنن این که به بالاترین مراتب سیاسی و اجتماعی دولتی برسن و بتونن نفوذ شدید بکنن و قوانین رو عوض کنن. ببینید، من به نظر من باز شدن سفارت یا بسته شدن سفارت یک چیز، راجع به این مسئله باید یک برنامه کامل رو گذاشت و صحبت کرد، ولی سفارت ایران در انگلیس باز شده بود وقتی خانم نازنین رو دستگیر کردن. آیا تأثیری گذاشت؟ چجور تأثیری گذاشت؟ انگلیس جزو کشورهایی بودش که برجام رو امضا کرد. آیا شهروندان ایرانی انگلیسی که به ایران رفتن مشکلی براشون به وجود نیومده؟ باز شدن سفارت ایران در کانادا، یک البته سفارت منطقه بسیار از روز سوق جیشی یک چیز خیلی مهمی رو داشت در منطقه و مهم بود کارهای جمهوری اسلامی در ایران در اینجا، که الان همه منتقل شده به سفارت ایران در کوبا. و باز شدن سفارت برای جمهوری اسلامی و فعالیت های تروریستیش، مخصوصا آوردن تمام دیپلمات های حزب قدسشون و پارتی قدسشون، نقش خیلی مهمی براشون برای ادامه و ترویج فعالیت های تروریست داره. به نظر من باز شدن سفارت هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی به کل از هم پاشیده بشه و قانون سکولار در اونجا بیاد و بتونن شهروندان ایرانی به راحتی و با آسایش به ایران برن و بیان. و قبلا هم باز گفتم، میدونم وقتتون کمه، خانم زهرا کاظمی وقتی که به ایران سفر کردن، رابطه بین سفارت بین ایران و کانادا رابطه درستی بود، اما ما نتونستیم نه جسد این خانم رو بگیریم و نه نتونستیم، و آقای سعید مرتضوی بازجویی که ایشون رو شکنجه کردن و تجاوز کردن بهشون، هیچ مسئله‌ای درشون پیش نیامده. البته نمیدونم تا چه حد توضیح بدم به سوالات شما، ولی امیدوارم که وقتی باشه که بتونیم در رابطه با اصلا دلیل بسته شدن سفارت یا اینکه چرا این سفارت میخواد باز بشه برنامه جدا بذاریم. مرسی. شیوا محبوبی، شما اگه نکته راجع به این سوال داشتین میتونین اضافه بکنین، ولی من دوست داشتم بیشتر در ارتباط با کمپین هایی که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ارتباط با این شهروندان به راه انداخته برای بینندگانمون توضیح بدید. بله، من نمیدونم چقدر وقت دارم، احتمالاً بفرم. نه، 3 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. من فقط میخوام بگم که اولا در اون رابطه با بستن سفارت ها، ببینید بستن سفارت یک کشور جزو مهمی از تحریم سیاسی اون دولت، یعنی شما اگه میخواین دولتی رو تحریم سیاسی بکنید، یکی از مهمترین کاراش بستن سفارتشه، همونطور که در مورد لیبی، در مورد کشورهای دیگه بود، زمانی که میخواستن فشار بیشتر این دولت‌ها به اون دولت مربوطه اون کشور بیارن، سفارت رو میبستن. سفارت معنی داره. شما یعنی وقتی که زهرا بهرامی در هلند
در واقع شهروند هلندی ایرانی زمانی که اعدام شد، برای دوره موقتی اینها مکاتباتشون رو محدود کردن با سفارت ایران. به نظر من مطلقاً اینجوری نیست و یکی از کسانی که در این زمینه کار میکنن، یکی از کارهای خیلی مهم اینه که فشار بیاریم به دولت انگلیس، به دولت کانادا و کشورهای مختلف که زندانی دارن در ایران، که فشار بیارن و اتفاقا تهدید بکنن به بستن سفارتخانه. ما میدونیم این نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر که این دولت ها به همون اندازه دارن مماشات میکنن. این دولت ها، دولت انگلیس از جمله، به راحتی میتونست که فشار بیاره و شهروندانی که در اونجا زندان هستن آزاد بکنه. ماه سال گذشته بود سفارت انگلیس باز شد. در ملاقاتی که با دولت ایران داشتن، حتی در رابطه با رویا صابری نژاد صحبت نکردن. درنچه به نظر من بستن سفارت ها، فشار به سفارت ها فاکتور بسیار مهمی است. در رابطه با کمپین ها، ما یک کمپین خیلی مشخصی از پارسال، از سال 2014 در واقع شروع کردیم که رویا را آزاد کنیم، همراه با همکاری جیمی ویلز فاندیشن، کسی که یکی از وجود آورندگان ویکی‌پدیا هستش، که این کمپین رو داریم پیش میبریم که بتونیم در سطح بیشتری مطرح بکنیم. رویا در حالی که مریض هستش، هیچ گونه دارو درمانی بهش داده نمیشه و این در سطح خود انگلیس انعکاس پیدا کرده. در این حال ما از نزدیک با خانواده نازنین زاغری و همینطور کمال فروغی و تا حدی با خانواده هما خود برکار میکنیم که بتونیم، هدف این هستش که این خانواده ها همه با هم دیگه بتونن فشار بیشتری بیارن و خیلی فعال هستن. خوشبختانه خانواده کمال فروغی بعد از 4 سال به این رسید که نباید سکوت کرد، به این رسید که مطلقا نباید سکوت کرد. شوهر نازنین ریچارد به شدت یک کمپین خیلی بزرگی داره که همکاری میکنیم با هم دیگه، ولی خودش به تنهایی کمپین بسیار بزرگی را انداخته. من فکر میکنم کاری که ما هم در واقع تلاش میکنیم از طریق حتی برخی وکیلا انجام بدیم، اینه که بتونیم اصلا این مسئله دو شهروند بودن رو که جمهوری اسلامی به راحتی میتونه بگه من کاری ندارم، این فرد شهروند یه جای دیگه است، این باید از بین بره. هیچ دولتی نباید این رو به عنوان دلیل از جمهوری اسلامی قبول کنه. هدف ما اینه که بتونیم فشار بیشتری بیاریم، چون این واقعا یک دلیل خیلی مسخره هستش. مثلا این دولت ها که میگن ما ناممون رو نوشتیم، کارم رو کردیم، جمهوری اسلامی قبول نداره. و اگه ما بتونیم این کار رو بکنیم، هیچ شهروند دیگه دستگیر نمیشه. مرسی شیوا. شبنم اسدالله، به نظر شما برای دفاع از این زندانیانی که امروز در ارتباط با ایشون صحبت کردیم در زندان‌های رژیم اسلامی به سر میبرن، چه فعالیت‌هایی رو میشه تو دستور کار گذاشت و شما چه انتظاراتی رو دارید؟ به نظر من مخصوصا در کانادا که الان دولت لیبرال جاستین ترودو همراه با 2 نماینده ایرانی تبار فدرال گاورمنتشون و همچنین یک نماینده یه مثالی به هم سخت انگلیسی نگم، نماینده ایالتشون که آقای دکتر رضا مریدی هستن، همه خواهان باز شدن سفارت و از سر گرفتن روابط ایران و کانادا هستن. با توجه به این شرایط که الان ما در کانادا داریم، به نظر من فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشری باید کارزارهای متفاوت رو در خود مجلس کانادا و سنای کانادا انجام بدن و از سناتورها و نمایندگان مجلس کانادا که کانسرواتیو هستند و یا حتی لیبرال هستند و حامی حقوق بشر هستند، از اونها بخوان که برای بهتر شدن شرایط ایرانیان در ایران و رسیدگی به مسائل زندانیانی که در ایران هستند، دولت ایران رو تحت فشار قرار بدن و از طریق اون قراردادی که، یعنی اون مناسباتی که با خود سازمان ملل داره، از طریق خود سازمان به اصطلاح مللشون باید فشار بیارن به جمهوری اسلامی. تنها راهش اینه که تمام گروه های سیاسی اجتماعی بدون در نظر گرفتن دیدگاه فکریشون همه با هم متحد بشن برای ایران و برای ایرانی در یک سو حرکت کنن و این اتحاد ما و با هم بودن ما باعث این هستش که پیروزی ما هستش. هرچی که از هم گسیخته تر بشیم و هر کس به راه خودش بره، هم تعدادمون کمتره و هم فشار نمیتونیم به دولت ها بیاریم. من خودم 100% مخالف سازمان مجاهدین خلق و خانم مریم رجوی هستم و متاسفانه
طوری شده که مخصوصا دولت آمریکا و نمایندگان و سناتورهای آمریکایی این خانم و گروه مجاهدین رو تنها گروه مخالف جمهوری اسلامی میدونن، به خاطر اتحادی که دارن و به خاطر تعداد زیادی که در برنامه هاشون هر ماه جوان شرکت میکنن. و باز هم میگم اتحاد ما بدون در نظر گرفتن پیشینه فکریمون باعث میشه که بتونیم فشار بدیم به دولت ها و بتونیم کمک کنیم به هموطنمون در داخل کشور. مرسی شبنم اسد. شیبا محبوبی، شما به عنوان سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که تو این عرصه دارین فعالیت میکنین، انتظارتون از فعالین جنبش اجتماعی چیه و فکر میکنین در ارتباط با این زندانیان سیاسی که من امروز اشاره کردیم چه فعالیت هایی رو میشه تو دستور کار گذاشت؟ به نظر من این زندانی ها زندانی سیاسی هستن. در نتیجه همون فعالیتی که واسه سایر زندانیان میکنیم باید برای این زندانیان هم برای آزادیشون انجام میدیم. و در این حال من فکر میکنم که این از سطح خبررسانی از طریق تشکل ها باید فراتر بره، باید به کارزارهایی که هست بپیوندن، باید کارزارهایی رو خودشون فراخوان بدن. ببینید سعید ملکپور که کانادایی ایرانی هستش هنوز در زندان هستش. من سوالم اینه که چرا نمیشه در کانادا نه فقط خونوادهشون، گاهی وقتا انگار این انتظار فقط از خونواده اون زندانیه که کاری بکنن، ولی که این در واقع مسئولیت همه است. چرا نباید برای سعید ملکپور کارزار بزرگی به راه بیفته؟ همین حالا من وقتی که با این خونواده هایی که اشاره کردم، واقعا خونواده کمال فروغی تا 6 ماه مطلقا هیچ خبری ازش نداشتن. کسی مثل همسر نازنین بچهش رو حق نداره ببینه، بچهش رو از فرودگاه از مادرش گرفتن، بچهش فقط 3 بار مادرش رو دیده. من میگم این رو شما بکنید و این به این برمیگرده که من حتی میگم حتی اگر میخوایم افراد اون جامعه رو جلب بکنیم، به یه کانادایی، به یه انگلیسی باید گفته بشه این فقط ایرانی کانادایی نیستن، هر کسی که به ایران میره جمهوری اسلامی میتونه به عنوان وسیله فشار استفاده کنه، دستگیرش کنه به عنوان گروگان، همون کاری که با همون سکونورد آمریکایی کرد و بتونه تحت فشار قرارشو بده. یعنی کسی که ما باید با این جامعه صحبت کنیم، بگیم که شما برای آزادی فقط همسایتون مبارزه نمی‌کنید، دارین برای سیفتی خود. شیوا محبوبی با از اتاق فرمان به من میگن که وقتمون تمومه، با تشکر از شما و شبنم اسدالله. منم تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون. با سپاس از شما و با سپاس از بینندگانتون، بدرود. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رو در رو میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم سحر تیام براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی رو در رو که بار دیگر با شما خواهیم بود. شب و روزتون خوش.